سلام به همگی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. مستر ریپورتر هستم، مثل همیشه با انرژی. امروز میخوام یه برنامه کاملا متفاوت و جالب رو براتون گزارش کنم در مورد 10 عکسی که زندگی 10 انسان رو کاملا دگرگون کرده و امیدوارم که شما هم لذت ببرین. ولی قبل از هر چیز یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم کلیک کنین که از آخرین خبرهای ما با اطلاع شین. امیدوارم که لذت ببرین. خب شروع میکنیم از شماره 10 به نام دختر ترسناک ژاپنی. این دختر خانم 37 ساله که گفته میشد در برنامه های ماورایی شرکت کرده و این عکس اونجا گرفته شده، گردنش به صورت خیلی ترسناک و عجیبی به سمت کج بوده و همه رو ترسونده بوده و زاویه‌ای که صورتش داشت و قیافه خیلی ترسناکی که داشت، همه فکر میکردن که این خانوم یا شیطانیه یا غیرعادی هستش یا فضایی، که این عکس در شبکه‌های مجازی بسیار سریع پخش شد و این خانوم رو بسیار مشهور کرد. ولی نکته خیلی جالب و خنده‌دارش اینه که با پیشرفتگی دنیای امروز و یک سرچ ساده که تیم ما انجام داد، به این نتیجه رسیدیم که این عکس ادیت شده. این خانم ژاپنی در حال گرفتن عکس بوده که با شیطنت‌های فتوشاپی اون عکس رو تغییر دادن و گردن خانم رو کج کردن. خب میریم به سراغ شماره 9، روح همسر. میگن هر وقت یک نفر از دنیا میره، روحش برمیگرده تا خانواده‌اش رو ببینه و این عکس هم ممکنه این چیز رو ثابت کنه. یک روز در استرالیا یک نوه بازوق از مادر بزرگش عکس میگیره و وقتی بعداً اون رو چاپ میکنه، یک روح رو در عکس میبینه که در اون زمان در اونجا حضور نداشته. و نکته بسیار جالب اینه که اون روح هم غریبه نبوده و پدر بزرگ این دختر عکاس بوده و وقتی این عکس رو به مادر بزرگ نشون میدن، مادر بزرگ هم تایید میکنه. این عکس در ظاهر خیلی ترسناک هستش، ولی در واقع میشه به نکته مثبت این عکس فکر کرد که این پدر بزرگ دلش برای خانوادهش تنگ شده و اومده که خانوادهش رو ببینه. ما میتونیم به چیزای مثبت فکر کنیم. خب میرسیم به شماره 7، روح در صندلی عقب. این عکس عجیب توسط یک خانومی به نام میبل چینری گرفته شده. این زوج که با هم قرار داشتن به سمت قبرستان برن، قبل از اینکه از ماشین پیاده شن، همسر این خانم به این آقا میگه که بذار ازت یه عکس بگیرم. و وقتی عکس رو چاپ میکنن، در کمال تعجب مادر این خانم در صندلی عقب ماشین نشسته بوده که این خانم چند هفته قبل فوت شده بوده. وقتی این عکس رو به عکاسا نشون میدن، عکاسا هم واقعی بودن عکس و وجود این خانم رو تایید میکنن. و چیز خیلی ترسناک و عجیب اینه که مادر این خانم چند هفته قبل فوت کرده بوده و علت این که اون خانم در اون عکس وجود داشته هنوز هم مشخص نشده. خب میریم سراغ شماره 6، دختر گم شده. آقای ادوارد از ساوثهامپتون انگلیس 3 دختر داشته و یکی از دختراشو که در سن 21 سالگی به نام لیزا بوده گم میکنه. اون دخترشو خیلی دوست داشته و همیشه دنبالش بوده که این دختر رو پیدا کنه و هر کاری میکرده این دختر متاسفانه پیدا نمیشده. بعد از 10 از گم شدن این دختر، میره همون جایی که اون دختر رو گم کرده بوده و با 2 دختر خودش یک عکس دیگه میگیره و اون عکس رو در روزنامه‌های محلی و به دیوارها میچسبونه و داستان رو مینویسه و از مردم خواهش میکنه اگر این دختر رو دیدن بهش خبر بدن. کمال ناباوری، کسی که عکس رو از این پدر و 2 دختر گرفته، عکس خود لیزا هم در پس زمینه عکس گرفته. اون دختر با لباس قرمز همون لیزا بود که 10 پیش گم شده بوده و برای گردش بعد از 10 به همون منطقه در همون زمان اومده بوده. و وقتی عکس خودش رو در کنار خانوادهش در پس زمینه عکس میبینه، خیلی احساساتی میشه و برمیگرده پیش پدرش. این یکی از باور نکردنی ترین اتفاقاتی بوده که در یک عکس میتونست رخ بده و این دست تقدیر بوده که لیزا در همون زمان در همون مکان در عکس باشه و عکس خودش رو ببینه و احساساتی بشه و به خانواده خودش برگرده. شماره 5، شیطان در تصادف. در سال 2014 در مالزی یک ماشین با سرعت در اتوبان داشته حرکت میکرده که
در کنار یک پل تصادف میکنه و ماشینش چپ میشه. در این تصادف 3 نفر جون خودشون رو از دست میدن و عکاسا و فیلمبردارا و آتش نشانی در همون زمان به اون منطقه عازم میشن که از این اتفاق فیلمبرداری کنن و به آسیب دیده ها کمک کنن. این قضیه تموم میشه و عکس های اون در شبکه های مجازی و اخبار منتشر میشه، ولی یکی از این عکس ها جلب توجه میکنه برای یک سری از مخاطبان و اون رو افشا میکنه که همه جا انتشار پیدا میکنه و جهانی میشه. اگر دقت کنین در این عکس یک موجودی به شکل جن یا روح یا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت با چشهای سبز و رنگ بسیار براق دیده میشه که جلب توجه میکنه و همه رو به ترس و شگفتی وامی داره، که همه میگفتن این شیطان، موجود یا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت، علت اصلی تصادف بوده و با اون لبخندی که در روی صورتش داشته و چشهای سبز بسیار ترسناکش علت اصلی این تصادف بوده. هنوز هم هیچ کس واقعی بودن یا درست بودن این چیز رو ثابت نکرده. شماره 4، جشن پرام. این دو تا خانم که توی عکس می‌بینین برای جشن پرام به مدرسه‌شون دعوت شده بودن و قرار بود که به جشن مدرسه‌شون برن. این دو تا قبل از رفتن به مدرسه یک عکس 2 نفره با هم می‌گیرن که در ظاهر و در نگاه اول خیلی عکس نرمال و معمولی به نظر می‌رسه. میگن فلش دوربین چیزهایی که ما با چش واقعی نمیتونیم ببینیم و در بعضی جاها به ما نشون میده، و در این عکس اگر با دقت نگاه کنید در سمت راست در کنار خانومی که لباس سفید پوشیده چهره بسیار خشن و اخموی یک روح یا جن رو میبینید. این دخترها بعدن گفتن که در زمان گرفتن عکس تنها بودن، ولی یک مهمون ناخوانده انگاری داشتن که با خیلی خشم و نفرت اونها رو داشته نگاه میکرده و علت این عکس هم هنوز مشخص نشده. شماره 3، خانم براون. عکس خانم براون یکی از جنجالی ترین و ترسناک ترین عکس هایی که در تاریخ وجود داره. این عکس در سال 1936 گرفته شده. بله، درست شنیدید، سال 1936، زمانی که اصلا نه فتوشاپی وجود داشته و نه برنامه‌ای که بشه عکس رو ادیت کرد، و همین دلیل واقعی بودن عکس رو خیلی بیشتر میکنه. داستان از این قرار بوده که همسر خانم براون به اون شک میکنه که بهش خیانت شده. به همین دلیل اون رو در یک خانه‌ای در شهر نوردیک انگلستان محبوس میکنه و در همونجا هم این خانم فوت میکنه. پس از درگذشت خانم براون، کسایی که بعد از اون در اون خونه زندگی کردن از وجود روح در اون خونه همیشه آزار می دیدن و همیشه در کنار اون خونه روح می دیدن. و بعد از این هم که این عکس گرفته شده به این شک دامن زده و خیلی هم این عکس جنجالی شده بود و سالها همه در موردش صحبت می کردن. عکس شماره 2، روح حسود در جشن تولد. این عکس در تولد 8 سالگی این دختر خانم گرفته شده. این عکس رو پدر دختر گرفته که قبل از ورود مهمون‌ها یک عکس یادگاری داشته باشن، اما بعد از چاپ این عکس پدر این دختر خانم متوجه یک چیز عجیب در سمت چپ این عکس میشه. وقتی نور عکس رو زیاد میکنه، یک فرد یا جسم یا روحی که حالت خردسالی داره توی این عکس نمایان میشه که به دختر بچه خیره شده. بعدها اون مرد گفت که هیچ کس به غیر از خودش و دخترش در اون خونه نبوده و بعدها در مصاحبه گفتن که احتمالاً این یک روح حسود بوده که به این دختر خانوم و تولدش حسودی شده، که خیلی ترس و جنجال در همه روزنامه ها و شبکه های اون موقع به پا کرد. و میرسیم به شماره 2، روح در وان حمام. خانوم پیچ از گلوف یک خبرنگار و مجری بسیار مشهوره که در سال 2015 یک عکس از خودش و پسرش در وان حموم در فیسبوک خودش به اشتراک گذاشت، که در این عکس یک دست در روی شونه و موهای خانم گلدوف قرار داره که این عکس رو بسیار ترسناک کرده و معلوم نیست این دست مال کی هستش. بعدها این خانم مصاحبه کرد
که این دست احتمال داره برای یک خانومی که قبلا در اون خونه هلوش 100 سال پیش زندگی میکرده بوده که بچه خودش رو از دست داده و به همین دلیل خودکشی کرده. اون سالها در مورد این روح بدون هیچ ترسی تحقیق میکرد تا اینکه یک روز جسد همون خانوم در همون وان پیدا شد. با تحقیقات انجام شده معلوم شد که این خانوم اووردوز کرده. و میرسیم به شماره 1، عکس خیانت. یه روز یک مرد برای اینکه خانم خودش رو سورپرایز کنه سرزده وارد خونه میشه. گل رو به همسرش میده و ازش درخواست میکنه که ازش یک عکس بگیره. وقتی عکس رو میگیره در نگاه اول عکس به صورت خیلی نرمال و طبیعی است، اما با یکم دقت به عکس اون مرد به یک خیانت بسیار بزرگ پی میبره. اگر در سمت پایین عکس دقت کنین یک مرد رو میبینین که به صورت یواشکی داره به عکس نگاه میکنه. در واقع اون همون مردی بوده که دوست دختر این خانوم با اون داشته به همسرش خیانت میکرده و با یک تصادف بسیار جالب دست این خانوم رو شد. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین. یادتون نره که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما در مورد این فیلم بذارین و حتما یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین و در فیسبوک و اینستاگرام ما هم عضو شین. با تشکر تا برنامه بعد، خدا نگهدار.